به نام هستم آن که هستم، تنها خدای قادر مطلق. آیا نزدیک شدن به او یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کردند اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست؟ شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می شوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی های روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. زیرا در کتاب مقدس آمده است که اینک در صهیون سنگی می نهم، سنگ زاویه، برگزیده و گرانبها، آن که بر او توکل کند سرفکنده نگردد. آمین. ها در زنگ
شکر و سپاس بر نام خداوند عیسی مسیح که بود و هست و می آید. شکرت می کنم خداوندا از اینکه خداوند امروز در خانه تو ایستادیم، در صحنه قدوس تو ایستادیم. خداوند شکرت می گیم که خداوند هیچ لیاقتی نداریم، بلکه محبت توست بر ما. خداوند پر از لغزشیم، پر از آسیبیم، پر از اشتباهیم، پر از خداوند وسوسه ایم، ولی روح پاک توست که خداوند ما رو خوانده، خداوند تک تک ما رو خوانده، نه به لیاقتمون بلکه به فیض و محبت توست پدر. شکرت میکنیم برای این کلیسا که تو فراهم آوردی، از اینکه دور هم گرد بیاییم در حضور تو بیستیم. خداوند خداوند خودت تمام جانهای خسته ما رو بلند کن. خداوند با قدرت پاکت پدر تمام مریضی ها رو خداوند شفا بده پدر، تمام دردها رو خداوند خودت شفا بده. خداوند تمام یأس ها و ناامیدی ها رو خداوند خودت بر کنار کن. خداوند قدرتی نو، خداوند قوتی نو به تک تک فرزندانت بده پدر. به قوت نام تو میطلبم تو دوباره خداوند برگردان تمام فرزندانت که پراکنده شدن و آسیب دیدن. خداوند خداوند تمام فرزندانت که خداوند شیطان اونها رو زد دوباره به عشق تو بازگردن، به خانه توی پدر. خداوند به حضور تو میام. خداوند تماممون محتاج توییم. اگه نام تو نباشه پدر هیچ قوتی نداریم. خداوند اگر نام تو نباشه خداوند هیچ قدرتی نداریم. به حضور تو میایم و میطلبیم این مسیح ببار باران رحمتت رو بر تک تک ما، ببار ای پدر، ببار و خداوند شفا بده. خداوند تمام یأس ها رو بر کنار کن. هیچ کسی در ملکوت تو بالاتر نیست خداوند، همه یکسانیم و همه خداوند فرزندان تو هستیم. و خداوند تمام کسانی که خداوند یأس در قلبشون قرار گرفت دوباره بازگردون به به خانواده خودشون. خداوند اونها خداوند از آن تو هستن، تمامی ما از آن تو هستیم، هیچ فرقی در نگاه تو نداریم. خداوند خداوند به قوت نامت خداوند می طلبیم دوباره بنا کنی شوق دیدار تو رو. خداوند بنا کنی اون عشقی که از ابتدا درون قلب‌های ما به وجود اومد. خداوند تمام یأس ها رو در نام تو نهیب میدم، تمام ترس ها رو در نام تو نهیب میدم. خداوند با قوت نام تو می طلبیم در اتحاد دعا خداوند که به عشق تو به هم پیوند بخوریم، به عشق تو خداوند همچون زنجیری بشیم تا هیچ دشمنی نتونه ما رو پاره کنه. خداوند با عشق تو، به روح پاک تو گره بخوریم، به هم دیگه گره بخوریم و بتونیم با عشق تو پاهای هم دیگه رو بشوریم پدر. در عشق تو منم هامون از بین بر و ما بشیم در تو ای مسیح پدر. به قوت نام تو پدر میطلبم روحت رو این لحظه به تمام خسته دلان، بر تمام کسانی که در بیماری، در فشار و در خداوند سختی قرار دارن خداوند بریزی و خداوند اونها رو برکت بدی تا بتونن باز دوباره با عشق تو دوباره ای پدر صورت ناهیتای تو رو خداوند باز دوباره ملاقات کنن پدر. به حضورت میام ای مسیح خداوند، شکرت میگیم. جز تو کسی نداریم، جز تو فخری نداریم پدر. فخر ما تو هستی، عشق ما تو هستی، سر این کلیسا و سر تمام کلیسا تو هستی خداوند. پس تمام کلیساهایی که خداوند به اشتباه راه اشتباه میرن بیدارشون کن پدر، بیدارشون کن تا خداوند بدونن الله خود شیطانه، الله خود شیطانه، تا بیدار بشن، تا بتونن به درستی نان شفا دهنده به فرزندان تو بدن، نه اونها رو خداوند بیشتر و بیشتر به شیطان نزدیک کنن. به قوت نام تو میطلبم، به قوت نام تو میطلبم اتحاد رو تر تمام کلیساهای دنیا به عشق تو، به معرفت تو و به یگانگی تو، ای یگان منجی عالم. آمین آمین آمین.
جهان پسر پاک خود را تا آزاد شویم از هر لعنت گناه هستیم پیروز در نام عیسی خدا بخشید به
شکر و جلال بر نام خداوند عیسی مسیح، خداوندی که بوده، هست و خواهد آمد. شکر میکنیم، سلام و عصر بخیر میگیم به تمام عزیزانی که صدا و تصویر کلیسای فیلادلفیا ایلام را دارن. امروز خداوند میخواد با شما از طریق کلامش برکت بده. آمین که همه شما امروز در این یک شنبه مبارک به قوت روح و کلام خداوند برکت رو دریافت کنید. شکرگزار هستیم به نام عیسی مسیح. کلام زنده است و هر جانی را برکت میده. از کتاب مزامیر فصل 116، شکرگزاری برای رهایی از مرگ. این فصل که در کتاب مزامیر 116، همه ما احتیاج داریم که شکرگزاری کنیم. شکرگزاری رهایی از مرگ، منظور کلام خداوند اینه که از تاریکی ما رهایی پیدا کنیم، از جهل و نادانی، از جایی که ما رو به کارهای زشت میکشه ما رهایی پیدا کنیم. اما کلام خداوند خیلی به ما بیشتر آگاهی میده و ما میدانیم که کلام او زنده است و جان را برکت میده. کلام خداوند مزامیر 116 آیه 1، اولین کلامی که شروع میشه میگه خداوند را دوست دارم. خداوند را دوست دارم زیرا او دعا و التماس مرا میشنود. او به دعای من گوش میدهد، پس تا پایان عمرم به درگاهش دعا خواهم کرد. خطر مرگ از هر سو مرا احاطه کرد و فکر رفتن به گور مرا به وحشت انداخت و درد و رنج وجودم را فرا گرفت. آنگاه به حضور خداوند دعا کردم و گفتم خداوندا، از تو تمنا می کنم که مرا نجات بده. خداوند نیکو و مهربان است. خدای ما بسیار رحیم است. خداوند از بینوایان حمایت می کند. وقتی من در خطر بودم او جانم را نجات داد. ای جان من اکنون آرام باش. ای جان من اکنون آرام باش، زیرا خداوند با من مهربان است. خداوند مرا از مرگ نجات ببخشید و اشک را از چشمانم پاک کرد و پاهایم را از لغزش نگاه داشت. پس تا زنده ام در حضور خداوند راه خواهم رفت. حتی وقتی به خود گفتم که به کلی نابود شدم و در نهایت ترس گفتم که بر هیچ کس نباید اعتماد کرد، ایمان خود را حفظ نمودم. در مقابل تمام احسان‌های خداوند چه چیز را به او تقدیم کنم؟ پیاله نجات را برخواهم داشت و نام خداوند را سپاس خواهم گفت. آنچه را که برای او نذر کرده بودم در حضور همه مردم به او ادا خواهم کرد. آمین. پیاله نجات ما همون عشای ربانیه که ما داریم، بدن خداوند و خونیه که به خاطر ما روی صلیب ریخته شد و ما آزاد شدیم. با خون و بدن خداوند ما به حیات او وارد شدیم. خود خداوند میگه هر موقع این نان رو بخونید و از این پیاله بیاشامید در من حیات دارید. آمین که حیات خداوند را اعلام میکنم در این لحظه به جانتان. در این لحظه میخواییم همگی ما از پدر سپاسگزاری کنیم
و به دلم افتاده که دعای ربانی رو بخونیم. آمین که او از آسمان به ما برکت میده. از گروه زمر میخواییم که با من همکاری کنن و این دعای ربانی را بخونیم. آمین که او از آسمان همه ما رو برکت میده. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز از آسمان عطا بفرما و قرض های ما را ببخش، زیرا ما قرضداران خود را میبخشیم، ما را در آزمایش ها میاور بلکه از شریر رهایی ده، زیرا میدانم قوت و ملکوت و جلال از حال تا ابدالآباد از آن تو بوده و هست، ای منشأ حیات، ای عیسی پدر. آمین. شکر میکنیم، پرستش میکنیم نام خداوند عیسی مسیح را. آمین.
عجیبی خدای من قدوس و پاک عظیمی چه عجیبی خدای من قدوس و پاک با تو را می پرستم Alba.
همه کارهای تو، خداوند خدای قادر مطلق، عدالت و حق است همه راههای تو، ای پادشاه همه اعصار، ای مو ای رزاق همه کارهای تو، خدا تو را جلا ندهم، کیست که از تو نترسد ای خداوند، و نام تو را جلا ندهم، زیرا تو تنها خدای قدوسی، همه بر خداوند عیسی مسیح، شکر برای گروه زمر، شکر برای تمام قوتهایی که شما در این محراب به همه عزیزان میدید. یه استراحتی بکنیم تا خداوند ببینیم امروز برای ما از کلامش چی داره. مجدداً باز عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر خانه پدر را در کلیسای فیلادلفیا ایلان دارن. شکر برای پدر مادر روحانی عزیزمون. ایمان داریم که شما از دور هم ما را حمایت میکنید و ایمان داریم که در دعا هستید تا کلام خدا به قوت روح خدا منتشر بشه. آمین که امروز از کلام خداوند میشنویم. اما هرچی فکر کردم بودم خداوند و من هیچی حاضر نکردم، ولی ایمان دارم که تو به موقعش روی محراب اون چیزی که باید خوانده بشه و داده بشه به اراده توه. اما کلامی که توی قلبم گذاشت امروز میگه الحال سه چیز باقی میماند: ایمان، امید و محبت. ولی محبت بالاترین این هاست. همه تون میدونم که کتاب قرنتیان فصل 13 رو خوندید، اما من میخوام یه یاداوری به شما بکنم. در نام عیسی مسیح خداوند میخوام که هدایت کنه روح القدس شما رو با کلام خداوند برکت بده خودش. آیه ای که انتخاب کردم برای این جلسه پرستشی عبادت کلیسای فیلادلفیا ایلام، کتاب اول قرنتیان باب 13 از آیه 4 شروع میشه. میخواییم محبت اصلی رو بشناسیم. محبت بردبار و مهربان است. محبت بردبار و مهربان است.
در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. ما می دانیم که کلامی که داره سخن میگه، محبتی که عیسی مسیح روی صلیب برای تک تک ماها انجام داد، از اون شخصیت سخن داره میگه. آمین که همه ما در نام عیسی مسیح خداوند محبتی که بیریا باشه برای تک تک عزیزانمون انجام بدیم. اما من از مزامیر 119 آیاتی رو انتخاب کردم تا بریم به غذایی که خداوند آماده کرده، خودش با کلام خودش قراره بهمون بده. مزامیر 119 میگه چطوری ما تعالیم بگیریم. میگه خوشا با حال کسانی که، مزامیر 119 آیه 1 میگه خوشا با حال کسانی که زندگی پاک و بی‌عیبی دارن و پیرو تعالیم الهی هستند. خوشا به حال آنانی که دستورات او را به جای می آورند و از صمیم دل مطیع او هستند. از صمیم دل، ایمان از دل سرچشمه می گیره. همینطور آیه 9 اینطوری میگه، میگه مرد جوان چگونه می تواند پاک زندگی کند؟ با اطاعت از احکام تو. از دل و جان طالب تو هستم، نگذار که از احکام تو روی گردان شوم. کلام تو را در دل نگاه می‌دارم تا مرتکب گناه نشوم. خداوند تو متبارک هستی، احکام خود را به من بیاموز. تمام دستوراتی را که به ما داده ای به دیگران بیان می‌کنم. پیروی از احکام تو، احکام تو را بیشتر از کسب ثروت دوست می‌دارم. درباره احکام تو تفکر می‌کنم و به تعالیم تو توجه می‌نمایم. از احکام تو لذت می‌برم و دستورات تو را فراموش نخواهم کرد. اما 25 کلام خدا اینطوری میگه، جان من به خاک چسبیده است، بر حسب کلام خود مرا زنده بساز. کارهایی را که در زندگی کرده بودم برای تو بیان کردم و تو به من جواب دادی. اکنون احکام خود را به من بیاموز، احکام خود را به من بفهمان و من درباره کارهای عالی تو تفکر خواهم کرد. آمین. درباره کارهای خداوند تفکر خواهم کرد. و اما آیه یکی که قراره ما را وصل کنه به غذای اصلیمون، کتاب افسوسیان باب 3 آیه 14 شروع میشه. محبت مسیح خداوند، محبت عیسی مسیح. میگه بنابراین من در برابر پدری زانو میزنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است. در برابر خداوند عیسی مسیح زانو میزنم، چرا که او منشأ حیات و برکت و امید و شفا و قوت هر خانواده روحانیه. و دعا میکنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشد تا به وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید. و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلب‌هایتان ساکن شود
و دعا میکنم که شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید تا با همه مقدسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببرید. شکر میکنم خداوند قدوس را در این لحظه میخوام که اون چیزی که خودش حاضر کرد و توی دلم گذاشت میخوام برای شما بخونم. من میدونم که کلام خداوند فقط جان ما را برکت میده، افکار ما را تغییر میده، زندگی های ما را تغییر میده. تنها کلام خداوند هسته، به همین دلیل ایمان با شنیدن میاد، اونم کلام خدا باشه. البته شنیدنهای دیگه هم داریم، زمینی هم داریم، ولی اون نمیتونه زندگی ما رو بسازه. ایمان با شنیدن کلام خداوند میاد. پس ما هر روز بتونیم یه نیم ساعت، یه رو 20 دقیقه با کلام خداوند را بریم، میتونیم یه زندگی خوبی رو با او داشته باشیم. و اما من از کتاب اول یوحنای رسول انتخاب کردم امروز برای کلیسای فیلادلفیا ایلام که کلام او پخش کننده است و قوت میده جان ما را. در این نامه خیلی چیزاست که یوحنا برای ما تشریح میکنه که چگونه، اول شروع میکنه که چگونه باید زندگی کرد. اول شروع میکنه با کلمه حیات، شروع میکنه یوحنای رسول، بعد زندگی در نور خدا و بعد شفیع ما. حالا من از این سه تا شروع میکنم. آمین که برکت میره. خداوند خودت قوت بده، خودت قدرت بده. میدونم هیچ انسانی نمیتونه خداوند بدون قوت تو اینجا بیسته و کلام تو رو بخونه. ای خداوند امروز فرزندان خودت را، عزیزان خودت را، همه عزیزانی که از طریق کلام تو صدای تو رو میشنوند، درونشون همچون چشمه جوشان برکت تو باشه خداوندا. اگر مشکلی دارن خداوندا، امروز تو از طریق این کلام به اونا یادآوری کن. و ما میدانیم خداوندا تو امید جلال ما بودی و هستی خواهی بود تا ابدالآباد. در نام عیسی مسیح طلبیدیم و ایمان داریم که کلام خداوند به ما قوت و برکت خواهد داد. آمین. اما یوحنای کتاب اول یوحنای رسول نامش رو اینطوری شروع میکنه، میگه کلمه حیات. از کلمه حیات شروع میکنه، لوگوس خداوند، لوگوسی که بود و هست و خواهد آمد. میگه ما درباره کلمه حیات به شما مینویسیم، چون یوحنای رسول با خداوند راه میرفت و بیشتر با خداوند صحبت میکرد. میگه ما درباره کلمه حیات به شما مینویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری ما آن را دیده ایم و دستای من آن را لمس کرده است. خوش به حال کسانی که کلام خدا لمس میشه در درونش. آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم، پس ما درباره آن شهادت. از شهادت کلام خدا درباره خود خداوند عیسی مسیح و از حیات جاودانی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد شما را آگاه می‌سازیم. یوحنا داره راجع به کلمه حیات با ما صحبت می‌کنه. آری آنچه را که ما دیده و شنیده ایم به شما اعلام می‌کنیم، تا در اتحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم شما هم با ما شریک شوید. این را می نویسم تا شادی ما کامل گردد. اما زندگی در نور، یوحنا شروع میکنه میگه این از پیامی که ما از او شنیده ایم و به شما اعلام میکنیم، خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. خدا نور است و در او هیچ ظلمت نیست. در اولویت کامل خداوند عیسی مسیح، اولویت کامل، ذات گناه نیست. پس اگر بگوییم با او متحد هستیم
و در این حال در ظلمت زندگی میکنیم، معلوم میشود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. اما اگر در نور به سر میبریم، همانطور که خدا در نور است، در آن صورت با یک دیگر اتحاد داریم و خون عیسی پسر او و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک می‌سازد. آمین که نان شرابم داریم امروز با قوت خداوند می‌خواهیم تقدیس کنیم و ایمان داریم که خون و بدن او جان ما را برکت می‌ده. اگر بگوییم که بی گناه هستیم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت دور هستیم. اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم. من تنها کسی که اعتماد دارم خداوند عیسی مسیح. نمیگم آدم هم نیست، آدم هم هستن، فرزندان خداوند عیسی مسیح، ولی اولین مقامی که توی زندگی من داره خداوند عیسی مسیح، چون اون بود منو از دشواری ها، از همه سختی ها نجات داد. امروز میبینی اینجا وایستادم، من یه آدمی بودم خیلی ناجور، ولی نمیدونستم یه روزی خداوند میخواد از این وسیله کار کنه برای خوندن کلامش. پس اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، باور کنید یه روزی من دو بار از کلیسا فرار کردم، همه هم میدونم، قدیمی ها میدونم، دو بار رفتم، یعنی بی ایمان شدم. منظور از بی ایمانی این نبود که عیسی مسیح را فراموش کردم، یه مشکلات جسمانی پیش می آمد، در می رفت. یه روز که نشست یه جایی بودم در حال یه کاری انجامی بودم، خداوند انگار بهم داشت صحبت میکرد، میگفت چرا اینجا نشستی؟ چرا وقت تو بیهوده داری انجام میدی؟ بلند شو از اینجا، برو بیرون، اینجا جای خوبی نیست. انگار یه حسی در درونم، میدونم روح القدس بود. بعد بلند شدم رفتم فروشگاه خرید کردم و بعد رفتم خونه نشستم. خونه نشستم خیلی هم با اشک و آه و ناله گریه میکردم. واقعا تنها بودم اون زمان، خیلی تنها بودم. خانواده ایرانم از دست داده بودم، اینجا هم که تنها زندگی میکردم و حقیقتش رو بخوای معتاد الکل و قماربازی و از این چیزا بودم. واقعا یه روزی آدم خسته میشه، به یه خطی، به یه انتهایی میرسه که خسته میشه. بعد نشستم توی خونه، کلام خدا رو درآوردم، باز کردم. اولین چیزی که به من گفت تو کتاب متی باب 6 بود، هیچ کس نمیتونه بنده دو ارباب باشه، یا از اولی خوشش میاد دومی رو دوست داره، یا از دومی خوشش میاد اولی رو دوست داره. تو نمیتونی هم بنده مال باشی هم بنده خدا. به همین دلیل نشستم اعتراف کردم. داره منظورم میخواد برسیم که اما اگر ما به گناهان خود اعتراف کنیم، نشستم زمین و به زانو توی سالن گفتم خداوند تو که میدونی من چه کار کردم، از اون نطفه من که درست شده تا به امروز همه رو میدونی، ولی من میخوام اعتراف کنم. شروع کردم به اعتراف کردن از جایی که یادم بود، هر کار بدی، هر کار خوبی، هر چی رو بود گفتم. گفتم حالا دیگه من گفتم، خیالم راحت شد، حالا شما ای پدر یه خود دانی. این بود که وقتی که اعتراف کردم اعتمادم کردم. به همین دلیل به اعتمادی که به خداوند داشتم اومدم دوباره شروع کردم. خدا رو شکر میکنم امروز به لطف عیسی مسیح همه چیز برام مهیاست، به لطف خداوند، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به لطف او. اما یه بار دیگه این آیه رو میخونم، میگه اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، میتوانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل میکند، او گناهان ما را میامرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد.
از همه خطاهای ما پاک می‌سازد. تمام اون خطاها را پاک کرد خداوند. اگر بگویم که هرگز مرتکب گناهی نشدم، خدا را دروغگو شمردم و از کلام او کاملا بیخبر هستم. پس همه گناه کردم به توسط انسانی که در باغ عدن. اما حالا یه باب دو شروع میکنه، یوحنا میگه کی میتونه این شفاعت رو برای ما انجام بده؟ کی میتونه این گناه ها رو ببخشه؟ کی میتونه این کارها رو انجام بده؟ بعد کلام خدا اینطوری شروع میشه، میگه ای فرزندان من، این را به شما مینویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت کند. خداوند عیسی مسیح، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست، کاملا ذات الهی، کاملا قوت الهی درونه، زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست. او سند مالکیت ما را از دست آن شریر گرفت و بر روی صلیب میخکوب کرد و سر او را له کرد و ما در فیض او امروز هستیم، نه به لیاقت بلکه به قوت خدا. زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا است. همه مردم دنیا. فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت میکنیم میتوانیم مطمئن باشیم که او را میشناسیم. و اگر کسی بگوید که او را میشناسد ولی طبق دستورات او عمل نمی کند، دروغگو و از حقیقت دور است. اما وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می کند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این را می توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی می کنیم. هر که بگوید که در خدا زندگی می کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد. آیا خودمون آزمایش کنیم ببینیم زندگیمون به شکل خداوند عیسی مسیح، طرز رفتارمون، صحبتمون، کردارمون، محبتمون؟ من نمیتونم، من ایمان خودم محک میزنم، ببینم طرز رفتار من چطوریه. هر کس درون خودش بره و این آیه‌ای که میگه هر که بگوید که در خدا زندگی میکنم، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد، خودش پیدا میکنه. اما دوباره یوحنا از فرمان تازه صحبت میکنه، فرمانی که کلام خدا میگه. میگه ای عزیزان، دستوری که به شما مینویسم فرمان تازه‌ای نیست، بلکه دستوری از قدیمی، یعنی همان است که شما از ابتدا داشته اید. این همان پیامی است که از اول شنیده اید. در هر حال دستور تازه‌ای به شما می نویسم و حقیقت آن هم در مسیح و هم در شما دیده می شود. زیرا پایان ظلمت نزدیک و نور حقیقی در حال درخشیدن است. زیرا پایان ظلمت تمام و قرار نور خداوند در درون ما به تاب و بدرخشه. هر که برادر یا خواهر خود را دوست بدارد در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. اما هر که از برادر یا خواهر خود متنفر باشد در ظلمت است. در ظلمت را می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان کوچک، به شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده است. ای پدران، به شما می نویسم زیرا او را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، به شما می نویسم زیرا که بر شیطان پیروز شده اید. ای کودکان، به شما نوشتم زیرا شما پدر را می شناسید. ای پدران، به شما نوشتم زیرا او را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، به شما نوشتم زیرا
نیرومند هستید و کلام خدا در شما و شما بر شیطان پیروز شده اید. به دنیا و آنچه با آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست. هر آنچه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو می کند و آنچه چشم می بیند و طلب می کند و آنچه مایه فخر و غرور است، از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارد. جهان و احتمالات دنیوی از بین خواهد رفت، اما هر که اراده خدا را به جای آورد تا به ابد خواهد زیست با خداوند. اما یوحنا شروع میکنه از دشمنان خداوند عیسی مسیح، کسانی که مخالف عیسی مسیح هستند، کسانی که میگن او رو اومدن شاگردانش دزدید و بردن و حتی کاهنان اون زمان پول دادن به اون سربازان که بگن که این کار کرد. اما راجع به دشمن مسیح میخواد یوحنا به ما توضیح بده از کلام، همین که کلام خداوند به ما آگاهی بیشتری میده که بیشتر بشناسیم دشمنان ما و دشمنان مسیح کی هست. ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است و چنان که شما شنیده اید دشمن مسیح در زمان آخر ظاهر خواهد شد. و حالا میبینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شدن زیادن و از این رو میفهمیم که ساعت آخر نزدیک است. این دشمنان مسیح از میان ما بیرون رفتن. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما میبودن میماندن، اما رفتن تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودن. اما مسیح شما را با روح القدس خود مس کرده است و از این رو همه شما حقیقت رو می دانید. حقیقت خداوند عیسی مسیح. من این رو به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی خبرید، بلکه چون آن را می دانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی گیرد. پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ کسی است که بگوید عیسی مسیح نیست. این شخص دشمن مسیح است، چون او هم پدر و هم پسر را رد کرده است. هر که پسر را رد کند پدر را نیز رد کرده است، و هر که پسر را بپذیرد پدر را نیز پذیرفته است. بگذارید تأثیر پیامی که از اول شنیده اید در دلهای شما باقی بماند. اگر تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده است در دلهای شما بماند، شما همیشه در پدر و پسر خواهید ماند. و وعده عیسی مسیح این است که او حیات جاودان به شما خواهد بخشید. من این چیزها رو درباره اشخاصی که میخوان شما رو گمراه سازن نوشتم، اما شما نیازی ندارید که کسی شما رو تعالیم دهد، زیرا روح القدس که مسیح آن را به شما داده است در شما زندگی میکند. روح خدا در هر مورد به شما تعالیم میدهد و تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی نیست. منظور کلام خداه. میگه اگر کسی که نشنیده مسیح کیه چطوری میتونه به اون ایمان بیاره؟ پس منظور از کلام خدا، روح قدوس خدا، کلام خدا. هر کسی با قوت روح قدوس خدا کلام خدا رو که میخونه، کلام در ما اثر میکنه و اولش جوانه، بعد ساقه، بعد خوشه رسیده، بعد درو کننده میشیم ما. پس داره راجع به این صحبت میکنه، باید کسی باشه که این کلام را به ما بده.
پس همانطوری که روح خدا به شما تعالیم میدهد در مسیح بمانید. آری ای فرزندان من، در او بمانید تا در وقت ظهور او نه تنها احساس شرمندگی نکنیم، بلکه با اطمینان در حضورش حاضر شویم. اگر درک کرده اید که مسیح کاملا نیکو است، باید این حقیقت رو نیز بدانید که هر کی نیکی کند فرزند خداست. هر کی نیکی کند فرزند، هر کی خوبی کنه، هر کی محبت کنه جزوی از فرزند خداست. اما یوحنا باب 3 خیلی قشنگه، حالا از فرزندان خدا صحبت میکنه، میگه ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است. و در واقع فرزندان خدا هستیم. هستیم. بگیم ما فرزندان خدا هستیم. ما فرزندان خدا هستیم. اینا روح داره به شما میگه. شما فرزندان خدا هستید. اگر دنیا ما را آنطوری که در واقع هستیم نمیشناسد، علتش این است که او را نشناخته است. ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد. انتخاب از خودمونه. تثنیه 30 میگه چی؟ بین برکت و لعنت یکی رو انتخاب کن. اون انتخاب حق آزاده، همونطوری که در باغ عدن خداوند به آدم و حق آزادی داد بهشون. ولی همینقدر میدانیم که وقتی مسیح ظهور کند ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد، همانطور که مسیح پاک است. هر که گناه کند قانون خدا را می شکند، زیرا گناه چیزی جز شکستن قانون نیست، شریعت. شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان را از میان بردارد، و نیز می دانید که او کاملا بی گناه است. آمین. ایمان دارم. بنابراین محال است کسی که در اتحاد با مسیح زندگی می کند در گناه به سر ببرد. اما هر که در گناه زندگی می کند او را هرگز ندیده و نشناخته است. ای فرزندان من، کسی شما را گمراه نسازد. هر که نیکی کند شخصی نیکوست، همونطوری که عیسی مسیح کاملا نیک است. و هر که در گناه به سر میبرد فرزند شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر خدا به همین سبب ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد. هر که فرزند خداست نمیتواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات الهی در اوست و نمیتواند در گناه به سر ببرد، زیرا خدا پدر اوست. فرق بین فرزندان خدا و فرزندان ابلیس در این است: هر که نیکی نمی کند و یا برادر و خواهر خود را دوست نمی دارد فرزند خدا نیست. کلام میگه، من نمیگم، کلام خودش داره میگه. خب حالا ما فرزندان خدا شدیم، یوحنا داره صحبت میکنه، حالا به ما یه در آیه بعدی یه سفارش خیلی قشنگی میکنه، میگه همدیگر رو دوست داشته باشید. حالا که فرزندان خدا هستید، پس حکمی که من میدم همدیگر رو دوست داشته باشید. یکدیگر رو دوست بدارید، زیرا آن پیامی که شما از اول شنیدید این است که باید یکدیگر را دوست بداریم. ما نباید مثل قائن باشیم. او فرزند شیطان بود و برادر خود را کش. برای چه او را کشت؟ به خاطر اینکه کارهای خودش نادرست و کارهای برادرش درست بود. ای برادران من، اگر مردم این دنیا از شما متنفر باشند تعجب نکنید. ما می دانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم.
چون یکدیگر را دوست می‌داریم. هر که دیگران را دوست ندارد هنوز در قلمرو مرگ زندگی می‌کند، در تاریکی، در نادانی، محبت را نشناخته هنوز. هر که از برادر خود متنفر باشد قاتل است، و شما می‌دانید که هیچ قاتلی دارای حیات جاودانی نیست. اما معنی محبت را درک کرده ایم، زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه یکدیگر فدا سازیم. آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است، ولی وقتی برادر خود را می‌بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. حقیقی و در عمل دیده شود. خب همدیگر رو دوست داریم، حالا اطمینان داریم در حضور خدا که خداوند اول ما رو محبت کرد. کلام خدا باز آیه 19 میگه پس ما میدانیم که تابعین حقیقت هستیم، زیرا وجدان ما در پیشگاه خدا به ما اطمینان میدهد، و اگر هم وجدان ما را محکوم سازد، خدا از وجدان ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه میباشد. ای عزیزان، اگر وجدان ما را محکوم نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم و او تمام خواهش های ما را برآورده می کند، زیرا ما بر طبق کلام او عمل می کنیم و آنچه را که پسندیده اوست به جای می آوریم، و فرمان او این است که ما باید به نام پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و یکدیگر را دوست بداریم، چنان که مسیح هم همین دستور را به ما داده است. هر که احکام او را رعایت می کند در خدا زندگی می کند و خدا در او. او روح القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می کند. اما چطوری ما بشناسیم کلام ها راستن یا دروغن، نبوت ها راستن یا دروغن، یا یکی سخنی میگه از عیسی مسیح یا از عیسی مسیح نیست؟ باب 4 راجع به شناخت روح خدا و روح شیطان به ما یوحنا داره توضیح میده. میگه ای عزیزان، به هر نبوتی، الهامی اعتماد نکن. به هر نبوتی و الهامی از طرف هر کس میشه میگه اعتماد نکنید. ما به یکی اعتماد داریم، اونم خداوند عیسی مسیح. بلکه آنها را بیازمایید، نگفت گوش نکنید، تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه. زیرا عده زیادی هستند که به سراسر دنیا رفته به دروغ نبوت میکنند. چگونه میتوان نبوتی را که از طرف روح خداست تشخیص داد؟ الان اینجا خداوند کلام را به ما میده که ما بفهمیم چطوری. هر که با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد از جانب خداست. پس حالا فهمیدیم چطوری باید اون شخصی که داره صحبت میکنه، میگه هر که با هدایت روح صحبت کنه، نه با جسم، با هدایت روح القدس صحبت کنه، اقرار کنه که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد از جانب خداست، و هر که منکر این حقیقت شود، نه تنها از جانب خدا نیست، بلکه او دارای روح دشمن مسیح می باشد. شما شنیدید که او می آید در حالی که هم اکنون در این جهان است؟ ای فرزندان من، شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که به دروغ نبوت میکنن غلبه یافته اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار میکند قوی تر است. تشخیص
آنها متعلق به این دنیا هستند و درباره امور دنیوی سخن میگویند و بدین سبب دنیا به آنها گوش میدهد. اما ما فرزندان خدا هستیم و هر کسی که خدا رو میشناسد به ما گوش میدهد. در حالی که کسی که به خدا تعلق ندارد سخنان ما را قبول نمی کند. پس بدین ترتیب ما می توانیم پیام حقیقت را که از جانب روح خداست از پیام های نادرستی که از جانب ارواح دیگر هستند تشخیص دهیم. اما رسیدیم به کلمه اصلی. خدا محبت است. خدا محبت است. ای عزیزان ما به یک دیگر ببخشید. ای عزیزان ما باید یک دیگر را دوست بداریم. زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. هر که محبت دارد فرزند خداست و خدا را می شناسد. اما آن که محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است. زیرا خدا محبت است. و محبت خدا از این طریق به ما آشکار گردید که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا ما به وسیله او حیات داشته باشیم. محبتی که من از آن سخن میگویم محبت ما نسبت به خدا نیست، بلکه محبت خدا نسبت به ماست. محبتی که باعث شد او پسر خود را به عنوان کفاره گناهان ما به جهان بفرستد. ای عزیزان اگر محبت خدا به ما چنین است ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما اگر ما یکدیگر را دوست بداریم خدا در ما زندگی می کند و محبت او در ما به کمال می رسد. چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ کلام الان جواب ما را می ده. چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از این که او روح خود را به ما بخشیده است. ما خود دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای پدر پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده عالم باشد. و هر که اقرار کند که عیسی پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا. ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند در خدا ساکن است و خدا در او. بدین وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم. زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این جهان است. کسی که محبت دارد نمی ترسد. و هر که بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است. زیرا محبت کاملا ترس را دور می سازد. ولی شخصی می ترسد که در انتظار مجازات است. ما به دیگران محبت می کنیم چون اول خدا به ما محبت کرد. اگر بگوییم من خدا را دوست دارم در حالی که از دیگری خود نفرت داریم دروغگو هستیم. زیرا اگر کسانی را که می‌بینیم محبت نمی‌کنیم محال است خدایی را که ندیده این محبت نماییم. فرمانی که او به ما داده است چنین است: هر که خدا را دوست دارد باید دیگران را نیز دوست بدارد. این آیه کلیدی این بابه. هر که خدا را دوست دارد باید دیگران هم دوست داشته باشه. خداوند میگه به دشمنان خودتون مد محبت، برای اونا دعا کنید، بلکه اونا به زانو میان و منو پرستش میکنه و منم اونا رو میبخشم. اما پیروزی بر جهان چطوری؟ داره کم کم به آخرش میرسه دیگه. اینجا این آخرین بابیه که باب پنجه. میگه هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است فرزند خداست و هر که پدر را دوست دارد فرزند او را نیز دوست خواهد داشت. ما چگونه می‌دانیم که فرزندان خدا را دوست داریم؟ از اینکه خدا
از اینکه خدا را دوست داریم و مطابق احکام او عمل میکنیم، زیرا محبت خدا چیزی جز اطاعت از احکام او نیست و این احکام بار سنگینی نیست، زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. و کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. هیچ کسی نمیتونه تا ایمان به عیسی مسیح نیاری پیروزی غیر ممکن. اما راجب سه تا شاهد در مسیح صحبت میکنه، یکی روحه، یکی آبه، یکی خونه. این سه شاهد با هم سازگارن که تشکیل همون تثلیث رو میده. اما سه شاهد عیسی مسیح، آمدن مسیح با تعمید و ریختن خون خودش همراه بود. آمدن اون نه تنها با آب تعمید، بلکه هم با آب تعمید و هم با خون خودش ثابت گردید. روح خدا که حقیقت مسح است نیز این را تصدیق می کند، یعنی تایید می کند. پس سه شاهد وجود دارد: روح خدا، آب و خون، و شهادت این سه شاهد با هم سازگار است. ما که شهادت انسان را میپذیریم، با شهادت خدا که قوی تر است چه خواهیم کرد؟ و این شهادتی است که او برای پسر خود داده است. هر که به پسر خدا ایمان آورد این شهادت رو در دل خود دارد، اما هر که شهادت خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد پسرش نپذیرد خدا را دروغگو شمرده است. شهادت این است که خدا به ما حیات جاودانی داده است و این حیات در پسر او یافت می شود، و هر که پسر را دارد حیات دارد و هر که پسر خدا را ندارد صاحب حیات است. اما میریم برای آخرین کلام که حیات جاودانه. قشن کلام به ما آگاهی میده، همینطوری میایم جلو. این نامه را ننوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید یقین بدانید که حیات جاودانی دارید. این نامه را ننوشتم تا شما که به نام خدا ببخشید یه بار دیگه میخونم این نامه را ننوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید، یعنی ایماندارا، یقین بدانید که حیات جاودانی دارید. به ایماندارا داره میگه شما حیات جاودانی دارید چون که مسیح در شما ساکنه. اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش میدهد. مطابق اراده پدر باشه گوش میکنه. ما میدانیم که هرچه بخواهیم او به ما گوش میدهد. پس این رو هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. اگر کسی میبیند که ایمانداری مرتکب گناهی شده است که منجر به مرگ نیست، باید برای او به درگاه خداوند دعا کند. و اگر آن شخص مرتکب چنین گناهی نشده باشد، خدا به او زندگی خواهد بخشید. اما گناهی هم است که به مرگ منجر میشود و من نمیگویم که در مورد آن دعا کنید. البته هر خطایی گناه است، اما هر گناهی منجر به مرگ نمی شود. ما می دانیم که فرزندان خدا در گناه زندگی نمی کنند، زیرا پسر خدا آنها را حفظ خواهد کرد و از شیطان زیرا پسر خدا آنها را حفظ خواهد کرد و شیطان به آنان دسترسی ندارد. شیطان به شما دسترسی نداره چون زیر پوشش خون عیسی مسیح هستید، چون ایمان دارید که بدن او و خون او به تو حیات جاودانی داده. پس حیات جاودانی در تو هست. اما آیه 19 میگه میدانم که ما فرزندان خدا هستیم در حالی که تمام دنیا تحت تسلط شیطان است.
میدانیم تمام دنیا تحت تسلطشه. ما میدانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است که خدای حقیقی را بشناسیم. ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی مسیح متحد هستیم. ما هستیم با عیسی مسیح متحد هستیم. این از خدای حقیقی و این از حیات جاودانی. ای فرزندان من، از بت‌ها دوری جویید. ای فرزندان من، آخرین کلام یوحنا، از بت‌ها دوری بجویید. شکر برای کلام خداوند که واقعا نیکو بود. اینم به هدایت روح خداوند، کلام خداوند بود. خوندیم آمین که برکت گرفته باشید. من ایمان دارم کلام خدا قادر هر چیز شما که غیر ممکنه ممکن کنه. پس در نام عیسی مسیح یه دعا هم میکنیم، بعد از گروه زمر میخواییم که برای پرستش خداوند دوباره روی محراب بیان و خداوند رو ستایش و پرستش کن. شکر میکنم خداوند در این لحظه، شکر میکنم برای کلامی که امروز از آسمان به مکان مقدس خودت خداوند را به تک تک ماها داد. شکر میکنم خداوند که تنها تو نیکو هستی و تنها تو حیات جاودان هستی و تنها تو شفا دهنده و تنها تو قیامت و حیات هستی، تو نان حیات هستی، تو نور این جهان هستی. خداوند ایمان دارم که محبت فقط در توست. خداوند کاملیت محبت در توست. خداوند ما را هدایت کن به قوت کلامت که امروز شنیدیم. این کلام در درون ما همچون چشمه آب خداوند را بجوشه و همدیگر را محبت کنیم. خوشنودی تو اینه خداوند که ما یکدیگر را دوست داشته باشیم. خوشنودی تو اینه که ما با هم اتحاد ایمانی داشته باشیم. خوشنودی تو اینه خداوند که ما با همدیگه در تو خداوند قوت بگیریم. شکرت میکنیم پدر که این هفته اجازه دادی فرزندانت خداوند امروز در این مکانی که از آن توه باشن و به لطف تو عزیزانی که بودن و هستن خداوند قرار برای تو قدم بردارن، قرار باز هم تو رو پرستش کنن، قرار باز هم کلام تو رو به دیگران انتشار بدن و بگن که خداوند ما خدای قدوس هست. شکر میکنم پدر امروز شکرگزارت هستیم برای این کلام نیکویی که خداوند از زبان من خودت صحبت کرد، نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح کلام خودت که همون روح القدس هست. خداوند فرزندان تو آمین که در این لحظه این برکت رو دریافت کردن و عزیزانی هم که خداوند صدا و تصویر کلیسای فیلادلفیا ایلام را دارن، ایمان دارم که از این کلام نیکو چیزهای جدیدی دریافت کردن. آمین که کلام تو عمق نداره و ایمان دارم که برکت از آن تو بوده و هست و خواهد تا ابدالآباد. به نام عیسی مسیح طلبیدیم و ایمان داریم که تک تک ما دریافت کردیم. شکر برای خداوند عیسی مسیح. آمین.
میخونم فقط عشقم میساز مسیحا چقدر پاک و بی‌ادعاست پناهم تو هستی تو ای قوتم مسیح جان من عشق من ثروتم میخونم فقط چقدر پاک و بیداز مناهن تو هستی تو ای قوتم مسیح جان من عشق من ثروتم میخونم فقط تن با عشقم ایساز مسیحا چقدر پاک و بیداز مناهن تو هستی تو ای قوتم مسیح جان من عشق من ثروتم روی دنیا ما دور از آرامشی نباید که آلوده این بشیم باید پر بشیم با ز روح مسیح مبادا که بی‌لمس او بشیم تو دنیا فقط درد هست و گناه دیگه جان تو قلب باباست فقط پاکیم تنها خاص خداست بدونی که میده خودش قوتو مطیع خداشو ببین قدرتو میدونم دیگه جان تو قلب باباست فقط پاکیم تنها خاص خداست بدونی تو دنیا ما دور از آرامشیم نباید که آلوده این بشیم باید پر بشیم ما ز روح مسیح مبادا که بی لمس او گم بشیم تو دنیا فقط درد هست و گناه توی شادی آشم میبینی خطا خدایا فقط عشق تو کامله بنازم این عشق بی انتها بنازم به این عشق بی انتها بنازم به این عشق بی انتها شکر برای خداوند شکر میکنیم که امروز از آسمان خودش به تک تک ما برکت داده ایمان داریم اما میخواییم دعیک های خودمان را به طور کامل نزد خداوند بیاریم آیه در ملاکی هستش که براتون میخونم باب 2 باب 3 آیه 10 کلام خدا اینطوری میگه دعیک های خود را به طور کامل به خانه من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد. بدین ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه های آسمان را می گشایم و شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید. خداوند متعال می فرماید نمی گذارم حشرات و آفات محصول شما را از بین ببرند و انگور تاکستان‌های شما را نابود سازد.
اقوام دیگر شما را خوشبخت می‌خوانند، زیرا سرزمین شما سرزمین حاصل خیزی خواهد بود. دعیقای خودمون رو به طور کامل، چه جسمانی چه روحانی، باید به خداوند تقدیم کنیم تا خداوند زندگی های ما را برکت بده. شما عزیزان میتونید دعیقای خودتون را همونطور که در پایین تصویر کلیسای فیلادلفیا ایلام می‌نی شماره حساب داریم و سویچ هم داریم، میتونید سویچ کنید به این مکانی که از آن خداوند. شما این هدیه را به خداوند تقدیم میکنید، این هدیه برای پخش کلام خداوند و عزیزانی که واقعا احتیاج دارن به اونا داده میشه. شکر برای وجود همتون، خداوند شما را برکت بده. شکر میکنیم در این لحظه میخواییم نان و شراب، کلامی که خداوند از ازل گفته که او قراره با ما زندگی جاویدانه‌ای داشته باشه و او به صورت جسم ظاهر شد تا این اشتباهاتی که انسان اول کرده بود برداره. من زیاد کلام نمی‌خونم راجع به نان و شراب، اما در کتاب یوحنا فصل 6 خود خداوند اینطوری میگه، میگه فصل 6 آیه 53 میگه عیسی پاسخ داد. عیسی پاسخ داد به کی؟ به اون یهودیانی که باهاش مشاجره میکردن. عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت، زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا میخورد و خون مرا میاشامد در من ساکن است و من در او. همونطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانهایی نیست که نیاکان شما خوردن و مردن، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. زیرا هر کسی که از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. نان بدن خداوند عیسی مسیح که در اثر ضربه ها و شلاق ها برای ما ضربه خورد، شلاق خورد. عیسی مسیح کلامش اینه که وقتی که میخواید این مراسم را به جای بیارید، به یاد بود من این کار را انجام بدید، که بدونید پدر شما چه محبت عظیمی داشت برای شما که بر روی صلیب جان و بدنش را فدا کرد. ما ایمان داریم که هر موقع بدن خداوند و خون خداوند را بیاشامیم، در ما حیات جاودانی به نام عیسی مسیح است. پس نان و بدن خداوند را میگیریم و در اتحاد ایمانی با هم دعا میکنیم و برکت میدیم و میخوریم. آمین. سلطان قلبم تو عیسی،
مرا مسیحم، خواهم سویت شتابان دوم، با تو را رمم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، خواهم هر روز تو شکر میکنیم خداوند، خدای قدوس عیسی مسیح که به صورت جسد شد و به روی زمین آمد و با بدن و خون خودش فیض را به تک تک ما داده. همه ما که چون میدونیم که بدن منظور از نان همون بدن خداوند عیسی مسیحه که ضربه‌ها شلاق‌ها خورد و خداوند میگه این رو به یاد بود من این مراسم رو انجام بدید. میخواییم نان رو بلند کنیم در نام عیسی مسیح خداوند. بش با شکر گذاری بخوریم و بگیم ای پدر آسمانی عزیز ما عیسی خداوند، شکر گذارت هستیم که تو به صورت و شباهت ما شدی و به روی زمین آمدی و با کلام نیکوی خودت خداوند ما را برکت بده. میدونیم هر موقع از این نان بخوریم خداوند فقط در تو حیات جاودانی است. پس این نان رو به نمایندگی تمام عزیزانمون، خانواده روحانی و جسمانیمون، همه ایلام و ایلامیان، همه عزیزانی که خداوند در میان ما بودن و نیستن امروز، با قوت روحتون میخوریم و ایمان داریم که شفا به کلام تو جاری است. در نام عیسی مسیح تقدیس میکنیم و به نام عیسی مسیح این نان رو میخوریم. شکرت میکنم خداوند، شکرت میکنم که همونطوری یحیی به شاگردانش گفت ببینید این همان بره قربانی است که گناهان رو از روی زمین بر می دارد. خداوند شکرت می کنم که خودت رو بر روی صلیب قربانی کردی و قربانی اعظم تو هستی خداوند، و ایمان دارم که در خون تو خداوند برکت و نجاته. ایمان دارم که با خون تو خداوند پاک شدم از گناهان، چون اعتراف می کنم که تو روی صلیب جانت را برای تک تک ما داده. ای خداوند در خون تو حیاته، این حیات را میخورم به نمایندگی همه عزیزانم، چه اونایی که در میان ما بودن و چه نیستن امروز، و ایمان دارم که حیات تو از این خون جاری میشه. به نام عیسی مسیح ایمان دارم و میخورم، آمین.
بهم بود، تمامی لحظه تو هر راه بسته، همیشه کنارم تو ایستاده بودی، توی ناخوشی هم طبیبم تو بودی، حواست بهم بود توی مشکلاتم، کنارم تو بودی تو طوفان راهم، حواست بهم بود اگر خواب بودم، اگر چز گمراه یا کنده بودم، شدی ناخدایم تو فانوس راهم، حواست بهم بود شدی سرپناهم، توی لحظه لحظه که آسیب نبینم، حواست بهم بود به گل من نشینم، خدایا کمک کن نگه دارم افتم، همانم که با تو هر روز شکستم، ندارم توانی که محکم بمانم، ولی با تو ای شاه خود خود شکستم، خدایا کمک کن نگه دارم افتم، همانم که با تو هر روز شکستم، ساخت من ای خدا
در خداوند رو شکر میکنیم و جلال میدیم نام قدوس تو ای پدر. ای پدر شکرگزار تو هستیم لحظه لحظه های زندگیمون پدر. شکر برای حضورت در زندگیمون پدر. همینطور که در روح دعا هستیم به حضورت میاریم محمد رضا پروانه که خواسته شده برای سلامتی و برکت مال و گشایش در کارش دعا بشه، برادر ایماندارمونه پدر. خداوندا می ستاییمت با تمام قلب و دل و جان، فقط تو رو می ستاییم پدر. فقط تو لایق پرستشی، تو شاه شاهانی، تو قدوسی پدر، تو بهترینی، تو الشدای مایی، تو ادونای مایی خداوندا، تو شاه و سرور مایی پدر، تو ملجای مایی، تو صخره مایی، تو تنها مددکاری هستی که در تاریکترین لحظه های زندگیمون پدر دست ما رو می گیری پدر. تو رو می پرستیم پدر، با تمام دل و جانمون تو رو می پرستیم خداوندا. زانوهامون فقط در مقابل تو خم میشه پدر. شکر که هستی پدر، شکر که حضور در زندگیمون خداوندا، نگاه تو در زندگیمون باشه پدر. به حضورت میاری محمد رضا رو خداوندا، روی تو از او بر نگرده پدر، روی خود رو بر او تابان کن پدر. برکت حضور تو در زندگیش باشه خداوندا، باز کن درهای آسمانت رو خداوندا و برکتی مضاعف به او عطا فرما خداوندا. عیسی ناصری گرد ردای تو کافیه، حضور تو کافیه پدر، حضور تو در زندگیش باشه، در لحظه لحظه های زندگیش باشه خداوندا. حضور تو، ثروت حضور تو پدر، برکت تو رو میطلبیم پدر، برکت مضاعف فیض تو شامل محمد رضا بشه خداوندا. شالوم تو بر او باشه، تو یهوه یایرا هستی، تو خدای فراهم کننده هستی خداوندا. کارهای رو تو فراهم کن خداوندا، راه ها رو بر اون تو فراهم کن خداوندا. خداوندا دری رو که تو باز کنی پدر هیچ دستی نمیتونه ببنده، دری رو که تو باز کنی هیچ دستی نمیتونه ببنده خداوندا. درهای بسته زندگی محمد رضا رو بدر، تو باز کن، تو راه رو بر او هموار کن. عیسی ناصری در کنار او باش، او رو ملاقات کن پدر، با او ملاقات کن، از او عبور کن خداوندا. لمس و مسی تازه میطلبیم برای محمد رضا، در کنار ما او باش پدر، در کنار او باش خداوندا. شفا خواسته هستن، سلامتی خواسته، تو خدای سلامتی هستی، تو خدای شفا دهنده هستی، تو طبیب اعظمی پدر. شفای جسم و جان روح محمد رضا رو از تو میخوایم خداوندا، نه از هیچ طبیب دیگه خداوندا. تک تک سلول های بدنش رو به پای صلیب عیسی مسیح میبریم و خون عیسی مسیح رو بر اون میریزیم و ایمان داریم که محمد رضا در سلامتی کامل هست، چون خدای ما خدای زنده است، خدای ما خدای زنده است خداوندا. ما به وعده های تو ایمان داریم پدر، ما به رحم تو ایمان داریم، ما به لطف تو ایمان داریم خداوندا. پس در کنار محمد رضا باش خداوندا، در کنار او باش، او رو بلند کن پدر، او رو بلند کن خداوندا. مشکلات مالی رو تو حل کن پدر، از تو میخوایم خداوندا، چون تو قادر مطلقی پدر. شکرگزار تو هستیم که همیشه محتاج تو این پدر. محمد رضا همیشه محتاج تو خداوندا و دستش فقط در مقابل تو دراز میشه خداوندا و زانوانش در مقابل تو خم میشه، چون فقط تو قدوسی پدر. ایمان دارم که همین لحظه جواب تو به دعای ما آمی آمی و بله بله هست، چون تو خدای زنده ای، چون تو خدای محبتی، چون تو خدای شفقتی پدر. شکر که هستی پدر، شکر که ما محتاج تو هستیم پدر، شکر برای حضورت. در نام اعظم یگانه پسر طلبیدیم و ایمان داریم که محمد رضا دریافت کرد، در نام پدر، پسر و روح قدوس خدا من. آمین. هللویا عیسی مسیح، شکرت خداوند. ای پدر آسمانی، در اتحاد و همدل خداوند به حضور تو میاییم، با قلبی یک با قلب تو ای پدر. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، ملکوت و اراده تو آنچنان که در آسمان به انجام میرسد بر زمین نیز به انجام رسد. نان کفاف روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم خداوندا.
ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهایی ما ده. زیرا جلال قدرت تا ابدالآباد از آن توست عیسی مسیح. ای پدر آسمانی، شکرگزارت هستیم خداوندا برای روزی که یگانه پسرت عیسی مسیح رو خداوندا در جسم به روی زمین فرستادی که فدیه گناهان ما بشه. ای خداوند پدر آسمانی، شکرگزار تو هستیم برای خون عیسی مسیح، که به واسطه خون عیسی مسیح امروز ما در حیات تو خداوند زیست میکنیم. خداوند ای خداوند، ای یهوه شالوم، ای الهیم، ای ادونای، ای ال شدای، ای یهوه رافا، ای طبیب اعظم، ای کاهن اعظم، به حضور تو میاییم خداوند. خداوند طلب شفا میکنیم برای برادرمون علیرضا. خداوند علیرضا پروانه که دوچار برق گرفتگی شده و دو دست و یک پاش از کار افتاده، خداوند در آی سی او هست. خداوند ای خداوند، ای عیسی مسیح، شفا رو از تو میطلبیم خداوند در این لحظه. ای خداوند فرزندت رو به یاد بیار خداوند. خداوند دستان شفا بخش تو قرار بده خداوند بر تمام مریضان. ای خداوند، خداوند شفا رو جاری بساز، بساز تو که قادر ترینی. ای خداوند تو که قادر مطلقی و شفا فقط در دستان توست عیسی مسیح. در همین لحظه خداوند نفشی تازه، حیاتی تازه از خودت بدم در این فرزند. خداوند خداوند او رو ملاقات کن. خداوند خداوند در این بیماری خداوند تو جلال بیاب. خداوند خداوند به خاطر جلال نام خودت میطلبم عیسی مسیح. در همین لحظه خداوند جاری ساز. خداوند خداوند استفاده کن از فرزندت. خداوند دستانش از کار افتاده، خداوند پاش از کار افتاده خداوند، ولی ایمان داریم که خداوند این فرزند رو تو قرار برکت بدی به شفا. به نام عیسی مسیح ایمان داریم که خداوند تو شفا رو جاری میسازی. خداوند ایمان داریم که اجازه تو در اتاق آی سی و قرار نمایان بشه. خداوند ایمان داریم خداوند به واسطه ای فیض و محبت، به واسطه ای عشقت خداوند تو جاری میسازی. خداوند و کلیسا با اتحاد گفت آمین. تو رو بخونم باز با این نوجه صدا،
مردم، نمیشه ازت نگفت و نمیشه ازت نخوند، تو همون حس قشنگی تو رگ ترانه ها. بمون صدای آقا رو بیار روی لبا، شکر بر خداوند، خداوند قدوس عیسی مسیح. ایمان دارم که به لطف خداوند، به قوت روح القدس، برکت این هفته پیش رو را دریافت کردید از خانه پدر در این یک شنبه مبارک. همونطور که با کلام خداوند شروع کردیم، در انتهای جلسه پرستشی و عبادتی کلیسای فیلادلفیا ایلام میخواییم با کلام هم این جلسه رو به اتمام برسونیم. اما کلام خدا زنده است و تا ابد باقی است. مزامیر 119 آیه 89 کلام خداوند اینطوری میگه: خداوندا کلام تو تا ابد باقی است، آن کلام در آسمان ها پایدار است، وفاداری تو در تمام نسل ها پایدار است، تو زمین را آفریده‌ای و استوار خواهد بود، تمام آفرینش به فرمان تو ایستاده است، زیرا همه در خدمت تو هستند. اگر احکام تو مایه شادی من نمی بود، تا به حال از پریشانی تلف شده بودم. از تعالیم تو هرگز سرپیچی نمی نمایم، زیرا به خاطر آنهاست که تو مرا زنده نگاه داشته ای. زیرا به خاطر کلام خداوند است که همگی ما امروز اینجا با قوت روح القدس هستیم. اما میخوام برکت یهوه خدای زنده من، خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل، خداوندی که بود و هست و خواهد آمد، برای شما عزیزان از هر برکت آسمانی از خداوند یهوه بطلبم. یهوه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند. یهوه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی ببخشد. آمین و آمین و آمین. شکر برای وجود همه عزیزانی که امروز در خانه پدر بودن و با قوت روح القدس این جلسه پرستشی عبادتی کلیسای فیلادلفیا ایلام به انتها میرسه و در آخر میخواییم گروه زمر این جلسه رو به اتمام برسونند با پرستش و شادی. از خانه پدر میخواییم خارج بشیم و ایمان داریم که قوت هفته پیش رو را همه ما دریافت کردیم به توسط کلام. شما عزیزان را تا پرستش دیگر، تا هفته دیگر به دستان قدوس خدای عیسی مسیح می‌سپارم و ایمان دارم که همه ما به لطف عیسی مسیح در او مر شده هستیم و انتخاب شده هستیم. جلال بر نام خداوند عیسی مسیح از حال تا ابدالآباد باد. آمین. Thank you.
پای کوری بهر افتادونی مخانی زمین و آسمان پر از رحمت خدا بنده No.
شکر سپاس بر نام عیسی مسیح تا به ابد. همتون رو به خداوند می سپاریم تا هفته آینده. شب بر همگی شما خوش باد.